با عرض درود و سلام و تقدیم احترام خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه نهم مرداد برابر با سیومین روز از ماه ژوئیه یا جولای در خدمت شما بزرگواران هستیم. مطابق برنامه روزهای سه‌شنبه باید به ادامه مباحث مربوط به تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب ادامه میدادیم، اما چون آخرین برنامه است که در این ماه داریم، طبق وعده‌ای که داده بودیم امروز پاسخ میدیم به ایمیل های شما بزرگواران و پرسش هایی که مطرح کرد. خب پرسش های زیادی مطرح شد، گاهی برخی از این پرسش ها پاسخش نیازمند چند جلسه برنامه است تا ما بتونیم یک پاسخ دقیقی نسبت به یک سوالی که شاید کوتاهه اما نیاز هست اونها رو بشناسیم عرض کنیم. برای همین من ایمیل های شما عزیزان رو حتما میخونم و مطالعه میکنم، اما اون ایمیل هایی که به زعم من ممکنه پاسخش نیازمند یک برنامه مفصلی مثلا در یک یا دو جلسه باشه، به شکل مجزا با موضوع خاصی خدمت شما حالا در آینده ارائه خواهیم کرد. بخشی دیگر از پرسش هایی که مطرح شد ما در سلسله برنامه هامون به اونها پاسخ دادیم، یعنی مثلا داستان زندگانی علی رو که ما 25 جلسش رو ارائه کردیم، پرسش هایی مطرح شد که ما در جلسات گذشته به اون پرداختیم. ممکن عزیزی برنامه شماره مثلا 22 رو نگاه کرده و این پرسش در ذهنش ایجاد شده، اما من وقتی این پرسش رو خواندم متوجه شدم که پاسخ شما در گذشته دادیم. مثلا نام پدر علی چه بود که ما عرض کردیم دیگه، اون عبد مناف نام بوتیست یعنی منات، و ابو طالب به دلیل اون کنیه ایست که برای او در نظر گرفته شد چون نام پسر اول او طالب. حالا ما اینها رو پاسخ دادیم. بعضی از دوستان ممکنه این سوالات رو مطرح کنن. خب این نیاز هستش که شما به اون برنامه هایی که از قبل ارائه شده یه دقت نظری داشته باشید، یا بعضن بعضی از پرسش ها مربوط به جلسات آینده است که ما به اون خواهیم رسید، به اونها در این برنامه پاسخ نخواهیم. اما دو سه موضوع بود که به عقیده من خیلی مهمه و باید به اونها پرداخت. در کنارش هم یک تشکر بکنم از ابراز لطف شما بزرگواران در حق من که باعث میشه یک مشوقی باشه که در این راه ثابت قدم تر و با نیروی بیشتر کارمون رو ادامه بدیم. و یه خواهشی هم از همه شما عزیزان دارم و اون این که اگر این برنامه ها رو مفید میبینید حتما در جهت نشر و انتشارش کوشا باشید. ما راهی نداریم جز آگاهی. مقدمه هر عملی آگاهی است. این آگاهی رو شما نقش بسیار مهم میدارید. بخشش تولید محتواست که ما ممکنه بتونیم انجام بدیم، اما بخش دیگرش انتشارمونه، یعنی رساندن این صدا به گوش خیلی از اهل. امیدوارم که شما عزیزان اگر این مطالب رو مفید میبینید کمک کنید که ما بتونیم این مطالب رو در وسعت بیشتری منتشر بود. خب بریم سر ایمیل ها ببینیم پرسش ها چه بوده و پاسخ هایی هم که نیاز هست عرض کنیم، چون دو سه موضوع خیلی مهمی مطرح شد. من سعی میکنم یکی که اونها رو بخونیم و به بحثمون ادامه بده. خب خانم سالمی در واقع در مورد مقام زن در اسلام صحبت کردن، چون ما در بخشهایی از چه زندگانی علی و چه در بحث ایدئولوژی ها و همینطور در جمهوری اسلامی به مسئله زنان پرداختیم و ایشون سوالشون اینه که مقام زن در اسلام چیست. خب برای اینکه به این مسئله پاسخ بدم، چون بحث بسیار مهمی هم هست، یکی دو نکته مقدماتی رو عرض میکنم و بعد برمیگردم به بحث مقام زن در اسلام. مطلب اول این که ما در یک فضایی قرار داریم که یک رژیم استبدادی ایدئولوژیک بر سر کار،
این رژیم ها سعی میکنن برای اینکه برای خودشون احکامشون ساختارهای خودشون مشروعیت ایجاد کنن، یک تاریخی رو به مردم ارائه کنن. حالا این تاریخ در قالب اسطوره ها گرفته تا به مسائلی که مربوط به جنبه های معاصر تاریخی است، شخصیت ها، الگوها، رفتارها، وقایع. اما اینها این رو بیطرفانه انجام نمیدن، یعنی سعی میکنن آن بخش هایی رو که میتونه برای اون ایدئولوژی مفید باشه، جنبه تبلیغاتی داشته باشه، اون رو برجسته بکنه و به ما ارائه کنه. آن بخش هایی که میتونه برای ایدئولوژیشون خطرناک باشه، اون رو حذف، گاهی حتی اون رو بسازن. در واقع اون تعبیر مهار واقعیتی که اورول به کار میبره در اینجا مصداق داره، یعنی ایدئولوژی هایی که سعی میکنن با دادن یک آگاهی کاذب به مردم اشاره بکنن که برآمدن اندیشه های فرض آقای فلانی در زمانی بوده که جهان در یک تاریکی بود، در یک ظلمت بود، با آمدن ایشان بشریت به نور حقیقت روشن شد، آشنا شد، تمدن ایجاد شد. شما دیدید این تعابیر خیلی به کار میره که جهان در یک عصر ظلمانی، در یک عصر بربریت، در یک عصر جاهلی به سر برد تا اینکه رسول گرامی اسلام آمد و ادعای نبوت کرد. این تعبیری است که آخوندها به کار میره. اما مسئله بر سر اینه که این نکته تا چه اندازه درسته، چه اندازه ما درگیر تبلیغاتی میشیم که واقعیتها رو از ما دور میکنه. این بخشهای گزینش شده تاریخی چه اندازه ما رو در درون یک جریانی فکری تبلیغاتی میندازه که توانایی این رو نداریم که برخلاف جریان رودخانه یا اون سیر تبلیغاتی شنا بکنیم. این بحث بسیار مهم نیست. 6-7 سال قبل وقتی ما به تحلیل زندگانی حسین ابن علی پرداختیم، بعضی از این روحانیون در شبکه های مختلف اشاره می کردن که این سلیمانی امیری دروغ نمیگه، اما همه رو نمیگه. یعنی خب شما یه سری چیزا در مورد حسین میگید، اما چرا از خوبی هاش نمیگید؟ در اونجا ما پاسخ دادیم، گفتیم بابا 1400 سال شما فقط از خوبی ها گفتیم دیگه، مردم ما با خوبی های حسین آشنا هستن، تازه اونم خوبی های قلب شده، اونم خوبی هایی که سندیتش محل خدشه است، محل نظره، محل تشکیکه. حالا فرض رو مثلا بر این میگیریم که یک یک روایت هایی که شما در روی منبر میخونید یا در تلویزیون میخونید درسته، هیچ ایرادی نداره، اما شما 1400 سال از فضائل او گفتید، اما آمدی در مورد مسائلی که میشه نقدی بر حسین داشت هم مطلب بگی؟ اگر میگفتید که نیازی به من سلیمانی نبود دیگه، من چیزهایی میخواستم بگم که شما گفتید، اما شما این کارو نکردید، چون نمیخواید مردم به حقایق یک مسئله آشنا بشن. پس طبیعیه که من جنبه دیگری از وقایع که شما برای مردم نگفتید رو برای مردم میگم. اون مردمی که در درون این سیستم بار آمدن که فقط از فضائل علی و حسین و پیامبر اسلام و قرآن و خیلی از چیزهای دیگر شنیدن، آیا با اون جنبه های ناگفته آشنایی دارن یا ندارن؟ اما مسئله بر سر اینه که همان گونه که متن این افراد رو میگیم، قدح اونها هم میاد. به خاطر اینکه شما وقتی جنبه های تاریک زندگی یک شخص رو نمیگی، فقط از فضائلش میگی، مردم مطمئن میشن که او حتی کوچکترین اشتباهی هم نداشته و از دل اون اسمت ساخته میشه، یعنی کسی که نه خطا میکنه، نه اشتباه میکنه، نه گناه میکنه، نه فراموشی داره، هیچی نداره. شما سلیمانی امیری در نظر بگیرید، یک شخصی بیاد فقط از فضائل من بنویسه،
خب اون شخصیتی که در درون اون کتاب ذکر شده دیگه میشه یک آدم معصوم، دیگه کسی که هیچ خطایی نداره. اون وقت تمام حرفای سلیمانی میشه لازم الاتباع. اما اگر روی دیگر سکه او رو نشان بدید چی؟ اون وقت دیگه مردم میفهمن بابا اینم مثل خودمون بوده، یه آدم عادی بوده، محصول زمانش بوده، یه جایی درست گفته یه جایی غلط گفته، تو یه زمینه ای آگاهی داشته تو یه زمینه ای آگاهی نداره. گزینشی عمل کردن سبب میشه که شما یک انسانی رو ابر انسان بکنید، چون انسان محصول پدیده های مختلفی است که پیرامونش هست، درکش، فهمش، شعورش، احساساتش، هم خوبی داره هم بدی داره. مشکل در جایی است که ما بدی ها رو پاک کنیم، نادیده بگیریم، بگیم اینا غلطن، اینا واقعی نیستن، اون بخشی که فقط خوبی هست واقعیه. این گونه است که علی ابر انسان میشه، محمد فوق انسان میشه، حسین همینطور، دیگران همینطور. علم لدنی دارن یعنی چی؟ عصمت دارن یعنی چی؟ اینا از کجا بیرون آمده؟ اینا به ساخته هایی است که شما بخش عظیمی از تاریخ رو نادیده میگیری و فقط خوبی های یک انسان رو مینویسی. اون میشه ابر انسان، یعنی هیچ وقت خطا نکرده، هیچ وقت اشتباه نکرده، بر حکمت و دانشش کوچکترین ایرادی نیست. نگاه علی مثلا نسبت به زنان رو شما در نظر بگیرید، این بخش رو ما پاک کنیم. در امر سیاسی یه بخشایی رو که ما داریم میخونیم اینها رو روشن میکنیم پاک. این آگاهی کاذب سبب شد که خیلی ها در دام بیفتن. به همین دلیله که از وقت صحبت از روشنگری میشه، یعنی اون جایی که تاریکه، اون جای تاریک رو باید روشن کرد، وگرنه جایی که روشنی وجود داره روشنگری معنی نداره. تو چی رو میخوایی روشن کنی؟ همه چی روشنه دیگه. وقتی صحبت از عصر روشنگری شد، یعنی اون جنبه های تاریک معرفتی انسان، تاریخی انسان، اجتماعی انسان رو عده فیلسوفان به دیگران نشان دادن. گفتن شما فکر نکن معرفت اون چیزیست که در کتاب های دینی آمده، در انجیل آمده، در تورات آمده، در قرآن آمده. نه، یک بعد دیگری وجود داره که شما میتونید از اون دانش اخذ کنید، معرفت بیاموزید، علوم رو کسب کنید. علم فقط اون چیزی نیست که شما در کتاب های دینی میبینید. عقلانیت چیزی نیست که کشیش داره به شما میگه، نه، یک جنبه دیگری از عقلانیت وجود داره. کار روشنگری یعنی همین، در جایی که تاریکی وجود داره، حالا نسبت به هر چیزی، هر پدیده تاریخی، سیاسی، مذهبی، کسانی میان و اون جنبه ها رو روشن میکنه. وگرنه در مورد یک مسئله که روشن هست شما بشینید 5 ساعت صحبت کنید که روشنگری نکردید، همه مردم میدونستن، تحلیل کردید از وقایع، دیگه بالاترین حدش همین تحلیل وقایع، شما یه تحلیلی داری، اون آقای دیگه یه تحلیل داره، اما هر دوتون تحلیلاتون بر داده های روشن. اما روشنگری نیازمند اینه که شما در دل اون تاریکی ها بتونید این کار رو انجام بدید. یک مثال ساده، یک تشبیه هم انجام بدیم، اینم خیلی مهمه. اونایی که معمولا در کنار رودخانه ها هستن، مزارع کشاورزی یا جای دیگر، میدونن شبها این صدای قورباغه ها و وزغ ها خیلی طنین داره، چون همه جا ساکته، تاریکه و صدای قورباغه ها خیلی بلندتر به گوش میرسه. داستان روحانیت هم همین، یعنی در جایی که تاریکی وجود داره صدای این روحانیون خیلی پرتنینه. وقتی منبرها در اختیارشونه، وقتی تلویزیونها در اختیارشونه، وقتی کتابها رو خودشون می نویسن، شما دائم از فضائل اینها می شنوید، از اسطوره هاشون، از شاخص هاشون. ما وقتی روز میشه، روشن میشه، سر و صداها بیشتره، دیگه صدای اونها به گوش نمیرسه.
عصر تاریکی ویژگیش این بود که صدای قورباغه ها، حالا داخل پرانتز بذارید روحانیت، فرق نمی کنه که روحانیت شیعی، سنی، یهودی، هر کسی، در اون دوران تاریکی صدای اینا خیلی بلند چون همه ابزارها رو در اختیار داشت. اما امروز که فضا به نحوی شد، یک دریچه‌ای باز شد که عده‌ای بیان صحبت کنن، جنبه های ناگفته تاریخ رو بگن، داد و هوار اینا بلند شده که آخو شما جنبه های دیگر رو نمیگی؟ نه، جنبه های دیگر رو که شما دارید میگی، اجازه بدید یه عده‌ای هم جنبه های دیگری رو بگن که شما نمیگی. اگر شما میفرمایید بفرمایید تو چند تا برنامه‌تون اینها رو بگید، از همین مشکلاتی که ما به علی و حسین و قرآن و اینها نسبت میدیم شما بفرمایید، ما موبوشه میشینیم لذت میبریم، اما نمیگید. چون اساس تفکر شما اینه که ما باید این فضا رو به نحوی آماده بکنیم که مردم احساس نکنن این الگوهای ما خطا داشتن، اشتباه داشتن. چرا؟ چون من نماینده اونها، بنابراین باید همون شبه قدسیت رو در منم ببینن. مثل میگیم علما یعنی کسانی که دارای علم و دانشن. بعد نگاه میکنید که آقا علم و دانش اینا مگه چیه؟ یه چیزای ساده و ابتدایی. بعد اون شأن علم که به خودشون نسبت دادن برای شما میشه خرافه. اینا خرافه رو به جای علم جا زدن، گفتن آقا اینو علما. ملا، ملا یعنی پر، یعنی ما خیلی پریم، دانش داریم، اما نگاه میکنید تو خالی هم. ما اینا رو فیلسوف فرض کردیم، ما اینا رو اندیشمند فرض کردیم که هستی رو میشناسن، جهان پشت پرده رو میشناسن، میدونن که ما وقتی مردیم کجا میریم، چه بر ما میگذره. اینا هستن که مدیریت میکنن اون فضاها رو. این حاصل اینه که ما فکر کردیم اونا داره علمن، چون به خودشون گفتن علما. اما وقتی به علمشون نگاه میکنیم اینو خرافه است. چه چیزی سبب شده که اینها در جای بالا بنشینن؟ جهل ما، ناآگاهی ما. شما فکر میکنید چرا امروز علی و حسین و پیامبر اسلام در جامعه ما چندان دیگه محترم نیستن؟ چرا مردم از دین گذر کردن؟ به خاطر اینکه اون شخصیت ها رو شناختن، دیگه میدونن کارهایی که علی خامنه ای انجام میده جدایی از اون اسطوره ها نیست، جدایی از اون تعالیم اسلامی نیست. آیا این کارها رو آخوند انجام داده؟ نه خیر، این کار کاری بوده که روشنگران انجام. پس بسیار اهمیت داره که ما در برابر یک تاریخ رسمی که دستگاه های استبدادی می سازن یک بار تشکیک کنیم آیا این تاریخ که جلوی ما گذاشتن درسته یا نیست. پس اولین مسئله اینه که باید مانع از مهار واقعیت شد. در مورد زن در اسلام هم داستان همینه، یعنی وقتی شما دیگه بسیاری از مردم ما آشنا شدن که آقا مقام زن اینه، این چه تعابیریست، چه احکامیست، چه شعارهاییست که شما در حق زن میدید، مقام او رو اینقدر خوار و خفیف کردید. خب اینا پیش روست، نمیتونن در برابر این انقلت بیارن بگن نه خیلی اینطوری نیست. اما یه کار دیگه ای صورت میدن، همین احکامی که در درون جامعه اسلامی وجود داره، در درون تعالیم اسلامی وجود داره رو به سمتی میبرن که بگن همینها خودش یه موفقیته. یعنی اگر شما برید به دوران عرب قبل از پیامبر، اونجا اصلا زن ارزشی نداشته، دختر زنده به گور میکردن، زنان رو به ارث میبردن، زنان رو میکشتن، از این تعابیر دیدید دیگه. با آمدن ایشون بود که ما به زنان کرامت دادیم، ارزش دادیم. ما در مورد مسائل سیاسی هم همینو داریم. ما یه دی معتقدن با برآمدن ما بود که مردم ایران دیگه شپشتنشون نبود، آدم شدن، شناسنامه دار شدن، از این داستان ها. این طرف هم یده میکن با اومدن جمهوری اسلامی بود که ما استقلال و آزادی و اینها آوردیم،
قبل اون که همش دست نشاندگی بود، بدبختی بود، اینا همه مهار واقعیت. هممون هم درگیرشیم. یعنی فکر نکن فقط مسلمونه درگیر این خرافه است، نه، در ابعاد سیاسی هم طیف های مختلف درگیر همین خرافه ها هست. اما چطور میتونیم بگیم درسته یا نه؟ با مطالعه تاریخی که در اون زمان وجود داره. خب حالا بریم ببینیم آیا این ادعا که این زنانی که شما در جامعه اسلامی میبینید دارای شأن و کرامت شدن از زمان پیامبر اسلام بوده، یا اینکه نه، زن در عرب قبل از محمد هم دارای کرامت بود و مقامش بالا رفته یا پایین آمده، چه مشکلاتی بر این زن رفته؟ مقدمه بعدی که من میخوام عرض کنم اینه که ساختار نظام قبایلی به نحوی است که هر قبیله‌ای آداب و رسوم خاص خودش رو داره. یعنی قبایل مختلفی شیوخی دارن، اسطوره های تاریخی دارن، به دلیل اینکه از مکانهای دیگری آمدن آداب و رسوم خاص خودشون هم آوردن. مثلا خیلی از قبایل عرب حجاز اینها کسانی بودن که از یمن آمده بودن یا بعضی از شمال آمده بودن، با خودشون فرهنگ های سرزمین های خودشون آوردن. مثلا اوس و خزرج قبایل یمنی بودن، به دلیل اون سیل و مسائلی از این دست و همینطور خب حکومت مسیحیان و نزاعشون با ایرانیان و اینها در یمن باعث شد که خیلی ها مهاجرت بکنن برن به سرزمین های دیگه. همینطور که یهودی هایی که در مدینه بودن، اینها هم به خاطر فشارهایی که امپراتوری روم بر اونها آورده بود، اینها مهاجرت کردن رفتن به سرزمین هایی که در امنیت به سر ببرن. بستن در این نتیجه هر کدوم از اینها آداب رسوم خودشون رو داشتن، خدایان خودشون رو داشتن، معابد خودشون رو داشتن. در درون این نظام قبایلی فرهنگی که نحوه ارتباط با مردم رو تعیین کرده متفاوت. یعنی وقتی شما میخواستید با زنان برخورد بکنی، نمیتونید بگید چون قبیله الف اینطور بود پس کل قبایل عرب اینطور بودن. نه، در اینجا مغالطه تعمیم ناروا رخ میده. یعنی اولین مغالطه‌ای که این دوستان مسلمان میکنن اینه که میگن زنان رو زنده به گور میکردن، در حالی که اگر نگاه بکنید میبینید چند قبیله پراکنده عرب این کار رو میکردن، در درون خود اون قبیله هم همه این کار رو نمیکردن، چون دیگه قبیله ای اساسا به وجود نمیامد. دیگه وقتی توالد و زاد و ولد و اینها نباشه، خب قبیله از بین میره. اتفاقا مهمترین شاخصه قبیله تناور بودنش بود. قبیله که نیروی زیادی داشته باشه، مردان زیادی داشته باشه که بتونن برای حفظ قبیله بجنگن. خب برای اینکه این مرد به وجود بیاد نیاز به زن هست، و برای اینکه این زن وجود داشته باشه نیاز هست که شما دختران خودتون رو پرورش بدید. اتفاقا ویژگی ساختاری قبایلی حجاز سبب میشد که شما چه بخواید چه نخواید باید زنانتون رو حفظ بکنید، دخترانتون رو حفظ بکنید، چون از قبل اینهاست که شما فرزند به دنیا میآورید و قبیلتون تناور میشه، بزرگ میشه و توانایی دفاع از خودتون رو پیدا میکنید. پس اشکال منطقیش در اینجاست. اما عده‌ای بودن، بله، بنا به دلایل خاصی دختران رو میکشتن، مثلا فقر یکی از اونها بود. پدری بود داره فقر، داره بیچارگی، ممکن بود میخواست از دختر خودش خلاص بشه، اون رو میکشت یا میداد به یک افراد دیگری اون رو بزرگ کن. معلولیت جسمی یکی از اونها بود، مثلا دختری بود که داره معلولیت بود، پدر احساس میکرد که ممکنه کسی اون رو به همسری نگیره، بنابراین برای همیشه ممکن بود برای اون خانواده‌ای که حالا با اون وضع اقتصادی زندگی میکردن یک سربار باشه، به همین دلیل سعی میکرد از اون خلاص بشه. اما همینطوری نبودن.
اما یک آخوند سعی میکنه ویژگی جزئی یک قبیله رو به کل عرب تعمیم بده، یعنی بگه عرب اینطوری بود، زن رو به ارث میداد، زنها رو میکشتن، زنها رو میزدن، و این خطاست. نکته دوم این که در نظام قبایلی یه ویژگی وجود داره و اون این که در درون این سیستم شما بسته به شرایط زمان و مکان قوانین خودت رو تغییر میدی، یعنی بروز میکنی، چون هیچ مانعی وجود نداره که بگه این حکم خداست و هیچ تغییری در اون راه نداره. بسیاری از جوامعی که پیشرفت میکنن برای اینه که با دانش روز، با علم روز، با مقتضیات روز خودشون رو هماهنگ میکنن. اما اگر یک حکم قدسی وجود داشته باشه، یعنی برگرده بگه که این حکم من درسته و تا ابد هم باید اجرا بشه، خب اینجا دیگه حالت سیالیت از بین میره، پذیرش تطور و تحول و تغییر دیگه به حد اقل میرسه. شما هم الان عربستان سعودی رو نگاه بکنید، با آمدن بن سلمان یک تغییراتی جزئی در وضعیت جامعه عربستان داره داده میشه، از زنان گرفته تا بقیه گروه. به نظر شما شیوخ قبایل عرب هم اگر همین وضع داشتن امروز وضعیت بهتر نمیشد؟ یعنی یک حکم الهی وجود نداشت که حالا بن سلمان بخواد با اون بجنگه، چون برای تغییر اگر حاکم شیخ و حکم او باشه داستان تمامه، پدر من این حکم رو داده، من این حکم رو میدم، چون هر دومون حاکمی، احکاممون لازم الاتباعست. در گذر زمان و مکان شما امیدوارید که با تغییر حاکم قوانین جدیدتری بیاد، احکام جدیدتری بیاد، اما وقتی حکم از آن خدا باشه یا یک دین یا یک مذهب و جنبه تقدس داشته باشه، حاکمان باید ذیل اون تقدس حکم کنن. برای همین دیگه دستشون باز نیست که بگن این حکم منه و منم دارای شأن صدور حکمم. میگن نخیر، همچین چیزی نیست، حکم از آن خداست، از پیامبر خاتم گرفته تا به امروز همه احکام باید احکام اسلامی باشه. حاکمان باید مشروعیت دینی داشته باشن، پاسدار دین باشن. پس از اینجا دومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم روشن میشه و اون این که با آمدن اسلام اختیار حاکمان برای اینکه خودشونو بتونن با مقتضیات زمان و مکان تطبیق بدن به حداقل رسید، دستشون بسته شد. حتی امروز اگر نگاه بکنیم یک بن سلمانی میخواد یه حکمی بده، ممکنه بعضی از علمای اسلامی با اون مخالفت بکنن، میگن تو در برابر خدا ایستادی. اما اگر اون خدا رو کنار بذارید، یعنی اگر خدایی نمی آمد برای آن زمان، چه بسا شیوخ قبائل افراد مختلف می آمدن و اون جامعه رو کاملا بروز می کردن، با مقتضیات روز هماهنگ می کردن و این می توست خیلی کمک بکنه به جامعه اون زمان. اما چه مشخصاتی وجود داره که ما می تونیم ببینیم اتفاقا زن در عرب اون زمان دارای اعتبار بود و این تعبیر عرب جاهلی که در قرآن آمده و بعداً مسلمانان از اون برای تبلیغات استفاده می کنن که بگن با آمدن اسلام بود که زنان شأن و کرامت پیدا کردن، برخط است. خب ما چند مورد رو سعی می کنیم ذکر بکنیم و در مورد صحبت. یکی از اونها این است که میشه به نام قبایل نگاه کرد. چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون قبایل خودشون رو منتسب به یک شخص دارای وجاهت میدونن که تونسته کیانی برای اون قبیله بسازه، اون چیزی که مثلا ما امروز ملیگرایی در نظر میگیریم، ملت، امت، حتی کلمه امت از ام دیگه به معنی یعنی از مادر. در درون بعضی از نظامهای قبایلی شأن مادر به قدری بالا بود که بیوت قبیله خودشون رو به اون مادر اصلی میچسباندن، یعنی برای او اعتبار قائل بود، در حالی که در اسلام پدر معیاره، پدر ملاکه. اما برخی قبایل عرب نام مادر رو دارن، مثل خزاعه، غزاعه، مثل کنده، ربیعه، اینا قبایلی هستن که دقیقا اسمشون نشان میده که
برگرفته از نام مادرانی است، نام زنانی است. اگر زن ارزش نداشت، کسی نام قبیلهش رو نام زنان نمیذاره، نام پدران میذاره. دیدید در اسلام اینطوریه دیگه. بنی هاشم اینا رو برجسته کرد، بنی علی، بنی عبدالمطلب. اما بعضی ها برمیگردن به اون نظام قبایلی مادر سالار خودشون که نشان ارزش مادر. دومین ویژگی اینه که شما وقتی به فرهنگ مردم یک جامعه نگاه میکنی، باید ببینید موجودات متعالی یا باورهای متعالیشون به کی نسبت داده میشه. یکی از اونها خدایان هست، الهگان هست، مظهر تجلی جامعه هست. شما در میان عرب ها اساساً ملائکه یا فرشتگان یا خدا بت‌ها رو دختران خدا میدونست. این الهگان بارها در قرآن آمده که شما برای خدا دختر در نظر گرفتیم. خب چرا؟ به خاطر اینکه اون دختر نزد عرب داره ارزش بود که خدای خودشون رو هم داره اون اوصاف میدونن. مثلا وقتی حکمت ارزش مثبت داره، خدای اون قبیله حکیم. اگه قبیله ای باشه پهلوانی یا قدرت در اون نقش برجسته ای داره، خدای اونها هم خدای قهاری، خدای پهلوانی. تعبیر فویرباخی است دیگه، بازنمایی مطالبات انسانی در درون یک خدا. یعنی ما اگر قدرت رو دوست داریم، خدای ما وجه اتم و اکمل اون رو دار، تمام و کامل اون رو دار. برای همین وقتی شما نگاه میکنید به خدایان یا بتان عرب، میبینید خیلی هاشون دختران خدا محسوب میشدن. اصلا لات و منات و عزا رو به عنوان دختران الله در نظر میگیرن. آیا عرب میخواست به خدای خودش چیز بد نسبت بده؟ یعنی برگرده بگه خدای ما مثلا دارای اون می، حالا بگیم سرمایه های انسانی دیگه، پسر دختر سرمایه انسانی بودن، سرمایه انسانیش معیوبه، پسر نداره فقط دختر داره؟ میبینیم نه. پس وجود الهگان زن نشان دهنده اینه که در درون اون جامعه زن داره یه ارزشی است، در حالی که در اسلام زن حتی نمیتونه امام جماعت بشه، چه برسه بگه تبدیل بشه به الهه. دیگر ویژگی این که شما در درون جامعه عرب، خب مشکلاتی اگر رخ میداد که حلش برای انسانها دشوار بود، نزد عقلا میرفت. حالا عقلا رو من اینجا به معنای علمیش در نظر نمیگیرم، به معنای فلسفیش در نظر نمیگیرم، به معنای کسانی که در درون اون جامعه دارای علم تصور میشدن، که کاهنان یکی از اونا. عرب اون زمان اگر دچار مشکل میشد به نزد کاهنه میرن، به نزد کاهن میرن که آقا من همچین مشکلی دارم، میشه حلش کنی برای من؟ عده‌ای از این کاهنه ها زنان بودن، از جمله خود عبدالمطلب. یعنی خود پیامبر اسلام وجود خودش رو مدیون یک کاهنه زنه. چطور؟ زمانی که عبدالمطلب نذر میکنه که اگر من صاحب 10 تا پسر بشم، یکیشو قربانی کنم، در خواب میبینه که خب تو که صاحب 10 فرزند شدی، قرار بود یکی از اینا رو قربانی بکنی. عبدالمطلب برای اینکه نذر خودش رو به جا بیاره، قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله میفته، یعنی همین پدر پیامبر اسلام، میره اون رو قربانی بکنه. عده ای از قریش به اون میگن که عبدالمطلب این کار رو انجام نده، این یک مسئله مشکلی است، بریم نزد یک کاهنه ای در خیبر، در مناطق مربوط به خیبر، همون جایی که بعدا محمد بهش حمله کرد، چاره مشکل رو پیدا بکن. ایشون بلند شد به همراه بعضی از بزرگان قریش رفت و اون زن کاهنه به او گفت که خب شما 10 شتر 10 شتر رو کنار بذار، قرعه بکش، تا جایی که قرعه به نام شتران بیفته، اون وقت شتران رو قربانی بکن، دیگه عبدالله رو نکش، اینا رو به عنوان فدیه بده.
که آمدن ده شطور ده شطور ده شطور گذاشتن و بعد شد تبدیل به 100 شطور، که الان دیه یک مرد مسلمان در قوانین ما 100 شطوره، برگرفته از همون رأی اون زن کاهنه است که جان عبدالله رو به این طریق نجات داد. پس میبینید عبدالمطلب که شیخ قریشه برای حل مشکل خودش به یک زن کاهنه رجوع میکنه، درسته؟ یعنی در اون عقلانیتی میدید، حالا طبق اون تعاریف قدیمی. اما اسلام معتقد زن ناقص العقل، علی معتقده که با زنان مشورت نکنید، اما عرب اون زمان با زن مشورت میکنه. نمونش جد خود علی عبدالمطلب که اگر اون نبود شاید پیامبر اسلام هم نبود. یعنی زندگانی پیامبر اسلام حداقل طبق منابع تاریخ اسلام مرهون وجود یک زن کاهنه ایست در منطقه خیبر. پس زنان طرف مشورت بودن، حتی زنان داور داشتن. داور یک اصطلاحی است بسیار بزرگ که نزد عرب اون زمان افرادی بودند که مثلا اگر نزاعی میان قبایل رخ میداد، خلف وعده و خلف پیمانی رخ میداد و مسائلی از این دست، به اون رجوع میکردن، چون دستگاه قضایی وجود نداشت، یک سیستم و ساختارهای یک بوروکراسی مدرن وجود نداشت. حتی اون مسائلی که مربوط به ایران و روم بود که یک مجلسی باشه، یک دستگاه و تشکیلاتی باشه، وجود نداشت که شما به اونجا مراجعه بکنید، حکومت مثلا به شما بگه حق با کی. اگر دو قبیله پیمان میبستن، 10 سال بعد یه قبیله ای خطا میکرد، حالا نزاعی رخ میداد، بلافاصله که جنگ نمیکردن، اول میرفتن حل خصومت بکنن، فصل خصومت بکنن. خب اینو نزد کی انجام میدادن؟ نزد بزرگان، یعنی نزد داوران، مثل قاضی القضات های الان. ما در میان عرب زنانی رو داریم که داور بودن، مثل صخره، مثل جمعه. اینا زنانی بودن که اگر مشکلی میان قبائل پیش می اومد، میرفتن نزد اونا، گفتن شما حل کن مشکل ما رو. یعنی مشکلات عمومی رو هم زنان حل میکردن. اون مثال قبلی که من زدم مشکل شخصی است، مثلا عبدالمطلب مشکل شخصی داره، میره مشکلش رو پیش زن کاهنه حل، چون معتقد او با یک مبادی در ارتباط، حالا ماورا هست و جن و پری هر چیزی هست. اما مشکل اجتماعی رو همونا حل میکردن. یعنی اگه دوست مسلمانی برگرده به من بگه سلیمانی، بله حالا اون مشکل شخصی بود. اینجا من مثال از داوران زدم، یعنی کسانی که مشکل اجتماعی جامعه عرب رو حل میکردن. پس عرب در اونها یک ویژگی میدید که فصد و خصومت بکنن. حالا ما در قریش مثال خواهیم زد، ام جلاس رو یا افراد دیگر رو، که اینا معاهدات نزد اونها بود، پیمان نام ها نزد اونها بود. اگه شما میتونید پیمان نام ها رو به کسی بدید اما او اعتبار نداشته باشه. دیگر ویژگی که عرب خیلی اهمیت میداد نقش تبلیغات بود. تبلیغات به معنای این که هر قبیله دوست داشت قبیله خودش رو بزرگ نشان بده، دارای فضائل نشان بده و قبایل دیگر رو صاحب رضایل، یعنی ما خیلی خوبیم اونا خیلی بده. همین کاری که الان رسانه‌ها تلویزیون‌ها انجام میدن. اما در اون زمان کی این کار رو انجام میداد؟ شعرا. به همین دلیله که شعرا نقش بسیار برجسته ای دارن. در قرآن هم سوره داریم به نام شعرا، که البته شعرای غیر هم نظر با محمد رو غاوون دانسته، گمراه دانسته. این سوره شعرا برای چی آمده؟ برای اینکه این شعرا در برابر محمد میستادن، هرچه محمد آیه می آورد اونها با شعر پاسخ می دادن و تبدیل شده بودن به یک بدیل. محمد برای اینکه اونها رو مورد قطع و ذم قرار بده سوره شعرا را آورد. پس اگر دوستان می خوان نگاه کنن چرا این سوره شعرا وجود داره و شعرا رو مورد مذمت قرار میده، برای اینه، چون نقش شعر در اون زمان خیلی برجسته بود. به همین دلیلی که محمد دستور ترور خیلی از شعرا رو داد.
اسماء بنت مروان یک زنی بود شاعره در مدینه، شعرش به قدری برای محمد اسباب دردسر میشد در راه تبلیغات او، دستور داد برید او رو بکشید. کعب ابن اشرف جنبه های از شعر داشت، ابو عفیف جنبه های از شعر و شاعری داشت. پس اگر میخواید بدونید چرا محمد دستور ترور شاعران رو میداد، برای اینکه اون زمان شعر کار تلویزیون الان انجام میداد. الان دستور ترور روشنگران رو میدن، برای چی میدن به نظر شما؟ به خاطر این دستگاه سبب شده که مردم آگاه بشن، بنابراین برین اونها رو ترورشون بکنیم، بکشیمشون. شعرا اون زمان این کارا رو انجام میدن و بسیاری از اونها زنان بودن، که من یه نمونهش عرض کردم، مثلا در مدینه اسماء بنت مروان. در درون عرب اون زمان زنانی بودن بسیار برجسته در شعر که سعی میکردن این شعر رو حتی به فرزندان خودشون هم منتقل بکنن یا از قول قبیله اینها رو بگن، یعنی بلندگوهای تبلیغاتی بودن به اصطلاح، دارای نفوذ بودن در درون جامعه که با شعر اونها مردم نسبت به قبیله خودشون و قبایل دیگر اطلاعات کسب میکردن، آگاهی کسب میکردن. کسی نمیگفت بابا این زنه نمیفهمه، کم عقله، نه، تاثیرگذاری بر سر این بود که او رو صاحب عقل میدونستن. شعر هم بی جهت نیست، کسی که شاعره بخشهایی از تاریخ رو بلده، بخشهایی از اون ادبیات رو بلده، خیلی از مسائلی که حالا عرب میگفت که اونا به جن و پری و چیزهای دیگر مدد میشن، برای مورد تفقد هستن، اینا همه در درون اون شاعر جمع میشد که اهمیت داشت نقش شعر. در همون جامعه عرب زنان به مقام نبوت میرسیدن، با اینکه عرب نسبت به نبوت آشنایی نداشت، این داستانی بود که محمد پیریزی کرد، اما وقتی قبایل دیگر فهمیدن که میشود با عنوان نبوت عده رو دور هم جمع کرد، در دوران انتهایی زندگانی پیامبر اسلام شما میبینید 3-4 تا پیامبر جعلی درست میشن. حالا خود پیامبر اسلام هم پیامبر جعلی است، یعنی او معتقده که من پیامبرم، دیگران هم از او یاد گرفتن، گفتن ای پیامبر، محمد ابن عبدالله آمد مدعی شد که جبرئیل برای من پیام میاره، یه دی دور خودش جمع کرد، میاد کاروانزنی بکنه، اینطوری بکنه، اونطوری. خب چرا ما نکنیم؟ ما هم با ادعای نبوت ادعی رو دور خودمون جمع میکنیم. برای همین طلعت ابن خویلد آمد، گفت نون بر من نازل میشه، به جای جبرئیل نون بر من نازل میشه. یا مسیلمه گفت حبیب بر من نازل میشه، حالا بعضی گفتن اسم پدرش حبیب، فرشته ای که می آمده نامش رحمان. حالا مثال عرض میکنم، یعنی همه اونها هم از همین جعل پیامبر اسلام استفاده کردن. یکی از اونها یه زنی بود به نام سجاح که از به نام اصلیش ام صادر بنت اوسه، بنی تمیم کنار او جمع شد. حالا چرا بنی تمیم مهمه؟ به خاطر اینکه یکی از قبایلی که زنان رو زنده به گور میکرد بنی تمیم بود، یعنی قیس ابن عاصم که داستانش در تاریخ اسلام آمده که آیات مربوط به زنده به گور کردن دختران در شأن او نازل شده، کسی بود که از بنی تمیم بود. حالا به دلایل سیاسی شأنی این کار رو میکرد، حالا بخوام داستان واردش بشیم طولانی میشه بحث ما، چون در جنگی دختران قبایلشون رو گرفتن، اونا رفتن مذاکره کردن، همه دختران برگشتن، او دو بر نگشت، دختر او بر نگشت، گفت من پشت شوهرم میخوام بمونم، و او قسم خورد گفت اگر من صاحب فرزند دختر بشم اونا رو زنده بگور. حالا من فرض میگیرم یک بخش کوچکی از بنی تمیم که چهره شاخصش همین قیس ابن عاصم بود دختر زنده بگور میکرد، اما همین قبیله وقتی زنی رو به عنوان پیامبر میبینه میره با او بیعت میکنه. پس زنده بگو کردن دختران در بنی تمیم برای این نبود که زن شأن نداره، چون اگر اونها زنان رو فاقد شأن بدونن دیگه نمیرن به تبع اون شمشیر بزنن، نبوتش رو بپذیرن. پس بسیار مهمه که ما اینو
بدانیم که اگر در درون جامعه عرب زنی به نبوت میرسه، حاصل یک زمینه های فکری است که زنان میتونن به مدارج بالا برسن. من عرض کردم شما این رو تطبیق بدید با اسلام، آیا زنی اصلا میتونه امام جمعه بشه؟ میتونه قاضی بشه؟ حالا یک نمونه دیگر هم عرض کنم که در مورد حقوق خانواده هم خیلی مهمه. عبدالمطلب که نام شیبه است در واقع، پسر هاشمه، هاشم جد محمد، یه آدمی بود تاجر مسلک که میرفت این طرف اون طرف تجارت. زمانی که در مدینه یا یثرب به اون زمان میرسه، تصمیم میگیره ازدواج کنه با یک دختری از بنی نجار، یعنی سلما بنت عمرو بن زید، میره با او ازدواج بکنه. اما نکته جالب اینه، سلما که نام در واقع مادر بزرگ پیامبر اسلام میشه به طریقی، شرط میذاره، میگه اولا من شوهر خودم رو انتخاب میکنم و بعد از ازدواجم هر وقت خواستم طلاق میگیرم، یعنی حق طلاق مال خودم. دقت کنید، اینا چیزایی است که بعدا اسلام از زنان سلب کرد. دوم اینکه فرزند من باید پیش من بزرگ بشه، من بر او ولایت داشته باشم، چیزی که اسلام از زن گرفته. سوم اینکه گفت خانه خودم رو خودم تعیین میکنم که کجا میخوام زندگی کنم، چون هاشم تو مکه زندگی میکرد، این میگفت من دوست ندارم برم مکه، محل تعیین منزل باید با من باشه، و البته شروط دیگه. پس این چه چیزی رو نشان میده؟ نشان میده که زن عرب توانایی داشت که در یک قرارداد با مرد شروطی رو برای خودش تعیین بکنه. آیا اینها در اسلام به رسمیت شناخته شده؟ به همین دلیله که شیبه نزد سلما بزرگ شد، تا اینکه بعداً مطلب که برادر هاشم بود رفت به مدینه، دید که اون بزرگ شده، او را آورد، از مادرش اجازه گرفت، گفت اجازه میدید من اینو ببرم مکه و اینا، گفت ببرش. وقتی شیبه آمد به مکه، فکر کردن مطلب غلام خریده، برده خریده، بهش گفتن عبدالمطلب، یعنی بنده مطلب، در حالی که برادرزادش، اما مکی ها نمیشناختنش. چرا؟ چون در دامان مادر بزرگ شده. حالا کدوم اسلام این حقوق رو به زنان داده که تعیین کنه، حق طلاق رو تعیین کنه، حق ولایت رو تعیین کنه، حق تعیین مسکن رو تعیین کنه؟ هیچ کدوم اینا رو نداد. حالا اینکه بعدها به دلایل حقوق مدرن اینها رو ضمن شروط ضمن عقد پذیرفتن، این ربطی به اسلام نداره. این عقب نشینی اسلامه که حق طلاق به زن داده میشه. البته اون حق طلاق نیست، حق اجرای حق طلاق، یعنی بحث حقوقی است که در آینده خواهیم داشت. یعنی مرد وکالت میده به زن که از جانب من برو اجرا کن، تو حق طلاق نداری، فقط حق طلاق من رو اجرا کن. حالا این بحثی است که برای آینده است. فقط خواستم عرض کنم، پس کرامت زن وجود داشت که یک زنی در برابر هاشم میتونه به خودش این اجازه رو بده که شرط بذاره. خب حالا برگردیم در قریش، همون جایی که خود محمد زندگی میکرد، آیا ما همچین زنانی رو میبینیم؟ بله، ما زنانی رو میبینیم که تاجرن. خود خدیجه یکی از اوناست، حنظلیه مادر ابوجهل یکی از اوناست. خب تاجرن یعنی چی؟ یعنی اینکه زن داره عقله، میتونه مال خودش رو اداره بکنه، میتونه کارگزار انتخاب بکنه. مگه محمد پادوی خدیجه نبود؟ مگه غلامان دیگر نداشت؟ آیا کسی خدیجه ناقص العقل میدونست؟ ضمن اینکه تجارت یک زمینه ای هم داره، و اون اینی که شما وقتی کاروانی رو میفرستی، یک عده از این آدمایی که خورده پا هستن هم میان در کاروان شما سرمایه گذاری بکنن. پس امانت هم یکی از ویژگی های تاجره که زنان قریش اینو دارن. زنانی هستن که داره ثروتن، مثل ام عبد، که این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ قرآن، چوپون و این زنه بود، گوسفنداشو میبرد. عبدالله ابن مسعود که صحابی بزرگ پیامبر و صاحب مصحف بود و اهل سنت و گروه های شیعه او رو قبول دارن، ایشون چوپان یک زنی بود به نام ام عبد، یعنی زنی که میتونست صاحب کارگر باشه. اما اسلام چه کردی؟ آیا در امور مالی به زنان این بها رو داده؟
وقتی او رو ناقص العقل میدونه. در درون همون جامعه زنان امین داور همون که عرض کردم داشتیم، مثل ام جلاس خاله ابوجهل، که وقتی مکیان پیمان میبستن یکی از نمونه هاش در برابر بیت بنی هاشمه در اون داستان شیب ابی طالب، یک نسخه از اون رو میبرن نزد ام جلاس میذارن. یعنی اون مرجعی است میان چندین بیت قریش. پس آیا زن بی اعتبار بود؟ زن به ارث میرسید؟ زن حق ارث نداشت؟ پس ثروت خدیجه از کجا آمده بود؟ بخشی از ثروتی بود که از طریق شوهران قبلیش به او رسیده بود. شوهراش فوت کردن، بخشی از ثروت رسید به خدیجه، خود خدیجه به ارث نرسید که. اما مسلمانان سعی میکنن با دروغگویی مقام زن رو در اون زمان تخفیف بدن تا این احکام شنیع اسلامی براشون یک پله رشد تلقی بشه، بگن تازه ما یه چیزی به شما دادیم، در حالی که شما هزاران چیز از اون زن گرفتید. مردان به وجود زنان افتخار میکردن، به عمر میگفتن ابن حنتمه، چون حنتمه مادرش بود. به نوفل ابن خویلد که میگفتن شیر قریش، بهش میگفتن ابن ادبی، و اونا هم افتخار میکردن که بگن ما فرزندان این مادرانیم. یعنی شأن مادر اندازه بزرگ بود. اما اسلام چه گفت در سوره احزاب؟ میگه فرزندان رو به نام پدرانشون بخونید. یعنی اینا مال باباها هستن، اونا رو به مادرانشون نسبت ندید. فعالیت اجتماعی زنان رو شما هند، همسر ابو سفیان رو در نظر بگیرید، دختر عتبت بن ربیعه، چه نقشی در جنگ احد داشت، چه نقشی در بسیج نیروهای مکی داشت. ام جمیل همسر ابولهب در قرآن لعنت شده، میدونی دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بود که در برابر نبوت محمد ایستاد. به همین دلیلی که در قرآن او رو لعنت میکنه، چون یه گردنبندی داشت، گفت من این گردنبند رو میفروشم و هزینه ای خواهم کرد که جلوی محمد بیست. اما قرآن آمده و به او میگه که این لیف خرما گردنش. پس این نقش مهمی است که زنان به عهده داشت. خب وقت برنامه‌مون هم تمام شد، خیلی مفصل صحبت کردیم، اما به نظر من نیاز بود. حالا اگر برسیم در آینده در مورد زنان در اسلام، هرچند بسیاری از ما این مسائل رو میدونیم، ولی یه حالت تطبیقی میتونه به ما کمک بکنه. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.